پتروت کالینسکو، عکاس رومانیایی آژانس پانوس. موضوع مجموعه: جنگ سرد و روزهای آفتابی. دریای سیاه، مرموز، رعب‌آور و اسطوره‌ای، در قلب قرن‌ها جنگ، آشفتگی و درام تاریخی قرار دارد. مخلوطی از رژیم‌های توتالیتری و دموکراسی‌های جوان. گلدان ذوب اقلیت‌های قومی. این منطقه نقطه‌ای برای همگرایی سه تمدن بسیار متفاوت است: اروپا، آسیا و خاورمیانه. آبها، سواحل و مناطق حاشیه‌ای آن تحت تحولات گسترده‌ای قرار گرفتند، زیرا همه کشورهای اطراف سعی در کنترل کردن، تغییر شکل، تصاحب آن و استخراج منابعش داشتند. این پرده آهنی دیگر از اروپای مرکزی نمی گذرد. این منطقه به سمت شرق حرکت کرده است و دریای سیاه به جبهه ای جدید برای جنگ سرد تبدیل شده است. تصاحب کریمه توسط روسیه در سال 2014 و شورش جدایی طلبان شرق اوکراین تحت حمایت روسیه، سیاست خارجی غرب را از امنیت خارج کرده و اجماع ژئوپلیتیکی را که غیر قابل نفوذ می‌نمود از هم پاشید. در واکنش به این بی‌ثباتی، کشورهای اروپای مرکزی و شرقی از بالتیک تا ترکیه همکنون میزان بی سابقه ای از فعالیت‌های نظامی را تجربه می‌کند. در ماه مه 2016 ناتو یک مرکز جدید دفاع موشکی با هدف محافظت از اروپا در برابر موشک‌های بالستیک در رومانی افتتاح کرد. روسیه خشمگین نسبت به افزایش حضور نظامی در حوزه فعالیت سابق خود واکنش نشان داد. دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، اعلام کرد: به جنگ سرد جدیدی بازگشتیم. صرف نظر از ملیت و طبقه اجتماعی، مردم طول سال را به سختی کار می کنند تا تابستانهای طولانی را در استراحتگاه ها و سواحل خود بگذراند. تعطیلات ساحلی غنیمتی است که سالانه ده ها میلیون نفر را به سواحل فرود می آورد. سازندگان تعطیلات، عشق، آزادی، آرامش و خاطرات ماندگاری را پدید می آورد. پتروت کالینسکو در ساحل رومانی متولد شده و شیفتگی مادام العمر به دریای سیاه و قدرتش بر مردمی که در سواحل آن زندگی می کنند داشته است. از سال 2010 وی در حال مستند کردن دریا در سراسر کشورها و سرزمین‌هایی است که در مرز آن قرار دارد. رومانی، بلغارستان، ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ناگورنو-قره‌باغ، گرجستان، آبخازیا، روسیه، مولداوی و فراتنیستر یا ماوراءالنهر. نشانه های جنگ های قدیمی یا جدید در اطراف سواحل نمایان است. از پناهگاه های ساحلی جنگ جهانی دوم که در رومانی به بار و مرکز تفریح تبدیل شده است تا سواحل گلوله باران شده در دهه 1990 در سخومی و آبخازیا که اکنون مقصد تابستانی محبوبی برای روس هاست.